مستقل به میدان آمدم، از همه نیروها استفاده میکنم و به همه احزاب و گروه هایی در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنن احترام میذارم. و اینجا موارد بسیار سنگین و زیادی دارن که دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده. ولی در کشوری که قانون این مقدارش بر اصلاً دولت در مقابل چیزی که مجلس که مجلسی که همسو با دولت مخالف دولت قانون بگذاره به دولت که من اجرا نمیکنم در چنین حالتی آیا نباید من احساس خطر بکنیم که در این کشور همه چیزی ممکنه به اتفاق بیفته؟ برای همین بنده مذهبه قانونگریزی رو حذف میکنم. من خیلی سریع برمیگردم به همین چیزی که ایشون اشاره کرد، قانون‌گریزی. بله، بنده قانون‌گریزی یکی از دلایل اصلی هم برای همین. بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون توشونه. بحث عجیب غریبی هم راجع به این که این چی هست و چی هست و از این حرفا کردن رو من نمی‌دونم که دولت میتواند که یه قانون رو اینجوری رفتار بکنه. خب یه قانون مخالف باید یه قانون دیگه ای رو باید جانشین بکنه، ببره مجلس تصویب بکنه و بتونه از این بگیره. خود محوری و قانون گریزیه. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. یکی از مهمترین انگیزه های ما ورود برای صحنه انتخابات همین مسئله گریز از قانون بیان کردن. در مورد مسائل خارجی داریم، داخلی داریم، مسئله قانون گریزی دولت داریم. آیا دیکتاتور غیر از این است که کسی رو به روی قانون بایسته؟ دیکتاتور غیر از این است که کسی رو به روی قانون بایسته؟ دیکتاتور غیر از این است که کسی رو به روی قانون بایسته؟ خائنین به آرای مردم ابایی از آن ندارند که این خانه پارسیان به آتش کشیده شود. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. بیانیه میرحسین موسوی. این جانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می‌دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد. نتیجه آنچه که از عملکرد متصدیان بی امانت دیده‌ایم و می‌بینیم جز تزلزل ارکان نظام ایران و حاکمیت دروغ و استبداد نیست. اینا quelques mètres de l'ambassade d'Iran à Paris. Ils sont plusieurs. Accuser le régime de Téhéran de ne pas avoir pris leur bulletin en considération. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. بیانیه میرحسین موسوی. طبیعت خودجوش واکنش‌های مردم خبر از ادامه دار بودن آن تا رسیدن به نتیجه می‌دهد. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمی‌کنه، از قانون استقبال می‌کنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش می‌کنه. بیانیه میرحسین موسوی. بر این باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان میتواند حقوق مشروعتان را در چهره های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه.
بیانیه میرحسین موسوی. از ما خواسته می شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم. حالان که این شورا در عمل کرده خود چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بیطرفی خود را به اثبات رسانده است. نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم. نمیتونی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادن به اینها. مردم به قانون اساسی 16 میلیون تقریبا یا یکقدر بیشتر رأی دادن به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادن منتظرن که قانون اساسی اجرا بشه. خب آدم که خود محور نموشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه، دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. از صبح هم مرتب اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میگرفت اغلب 4-1 بود، به خصوص یک سر نقاطی هستن که اصلا مشخصه که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن این مطلب وزارت کشوره. مثلا آذربایجان و ترکستان ها هیچ وقت فرزند خودشون رو نمیذارن که کسی دیگه رای بدن. یا لرستان که خود من لر هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم، موسوی رو نمیذارن که آقای احمدی نژاد رای بدن. این دوتا برای ما ملاک اینی که باقی موارد هم شبیه همینه. ضمن این که مرتب هم گزارش میشد حتی 4.5-1 بود نسبت های موسوی به احمدی نژاد الی آخر، و با یه ترتیبی که خودشون میدونن، البته من دقیقا نمیدونم چه روش هایی رو به کار بردن و این آمار بسیار غلط و نامعقول دادن که به هیچ وجه از نه مردم ما قبول کردن، الان مردم بسیار متأثر هستن، نه خود آقای موسوی قبول کرده و نه من که به عنوان همسر ایشون و در این حال مبارز در کنار ایشون حضور داشتم این رو میتونم قبول کنم. و حالا باید دید که بعد از این موسوی که خانم رهنورد، اتفاقا من سوالم راجع به همین هست. آقای موسوی در بیانیه خودشون میگن که به افشای رازهای پشت سر این روند مخاطره‌آمیز خواهم پرداخت. من میخوام بدونم واقعا اقدامات عملی که ایشون باید دارن انجام بدن چه هست، حالا چه در باب افشای این روند و همینطور احیانا تغییرش. ببینید الان من دسترسی به موسوی ندارم، چون در یه جلسه بسیار مهمی الان حضور میبره، حضور داره، باید بیاد و ببینم. اما چیزی که میتونم بگم خطاب به مردم عزیز ایرانه. مردم عزیز ایران، موسوی و رهنورد که یک فدای 70 میلیون نفر خودشو میدونه، در کنار شما هستیم، با شما هستیم، میدونیم که با رأی شما بازی شده، این اهانتی که به شما شده فراموش نمی کنیم و سعی میکنیم با همدیگه مشکل رو حل کنیم یا افشا کنیم که چه اقداماتی و چه روش‌های غلطی در این رابطه به کار رفته. که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه. هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد. اگر اونها کمی افراطی‌گری کنن، دامنه این افراطی‌گری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود اونها دیگه نمیتوانن اون رو جمع کنن. نمونه‌هاشو دیدیم ما. افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطی‌گری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.